ششم که شیطان دیده میشه این یک مسئله هست که بعدا سر از اشاره میکنیم اما او شکلی که خود شیطان برنامه ریزی میکنه و میایه و اسوسه ایجاد میکنه در او وقتا دیده نمیشه که شکلگیری های شیطان هست که سر از او اشاره میکنیم و مسئله آخر کسای دوستای شیطان هستند و در لشکر شیطان هستند که اینا ایمان ندارن هرگاه انسان ایمان خود از دست میده و یک انسان بی ایمان میشه یا در لشکر الله هست در لشکر رحمان هست یا در لشکر شیطان هست دو نیرو همیشه بوده در جهان یا نیروی حق بوده یا نیروی باطل بوده اگر در نیروی حق رفتی در گروه حق رفتی خوشبخت هستی اگر در گروه باطل رفتی بدبخت هستی همیشه کشمکش بین از دو گروه بوده در طول تاریخ و ای ادامه پیدا میکنه تا آخر زمان و مسئله امتحان هم از این آغاز میشه که دو گروه وجود داره و دو راه وجود داره یا راه حق وجود داره یا راه باطل وجود داره به عنوان یک انسانی که خداوند متعال بر همگی حق داده و پیامبر را روان کرده و تمام حجت شده بنان انسان میتونه انتخاب بکنه خوبه و خرابه اگر خوب انتخاب کرد رای الله هست رای رحمان هست رای پیامبرا هسته خوشبختی و مجده ها برش داده شده و بشارت برش داده شده اگر در غیر او راه دیگر که انتخاب میکنه راه شیطان هست راه باطل هست باز خداوند متعال در قرآن زیمشان در سوره فاتر در آیه شش میفرماید ین الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ینما یدعو حزبه لیكونوا من اصحاب السعیر مسلما شیطان دشمن شماست پس او را دشمن گیرید او فقط پیروانش را دعوت می کند تا از اهل آتش سوزان باشند با دشمن باید دشمن واری رفتار شود اگر یک انسان با دشمن خود و مثل یک دشمن رفتار نمی کنه ای انسان در حقیقت گول دشمن خوردنی هست وقتی خداوند میگه شیطان دشمن شما هست اگر با این دشمن تو دوستی میکنی در حقیقت تو انتظار داشته باشی که این دشمن با از پشت سر تو را خنجر میزنه و این کار میکنه چرا در کلام الله تغییر نمیه چیزی را که الله گفت امو کار هست و امو کار میشه چرا علم خداوند مطال ازلی و ابدی هست مثل علم ما نیست که یک روز یک قسم باشه و یک روز یک قسم شوه کم شو و زیاد شو خداوند مطال علمش ازلی و ابدی هست بنان خداوند میگه با شیطان مثل دشمن شما رفتار بکنین. اگر دشمن رفتار نکدی عواقب بسیار خطرناک داره سیوم شیطان هست چی ساخته شده سوال مطرح میشه در روایات و در حدیث ما مثل سلام وارد هست که فرشته ها از نور ساخته شده خداوند مطال اینا رو از نور خلق کرده جنیات و شیاطین از آتش خلق شدین آتش بدون دود انسان از خاک خلق شده چهارم و شکل سوالی مسائل مطرح میشه چون واضح تر میشه در ذهن انسان میشینه و انسان میتونه جذبش بکنه چهارم شیطان مخصوصا جنیات در کجا می باشن در شریعت اسلام بسیار مسائل واضح و روشن شده مخصوصا در آدیس پایمه اسلام چون پیامبر سلام آخرین پیامبر هست هیچ مسئله نیست و هیچ موضوعی نیست که مهم باشه اما پیامبر اسلام راجع به اون مسئله صحبت نکرده باشه و حدیث وجود نداشته باشه چون شیطان دشمن آشکار هست و خداوند متعال انسان بر داشته داشته از پیروی شیطان بنان پیامبر سلام هم احادیث فراوان راجع به این مسئله آه گفته و ارشادات به وجود داره که انسان اگر مراجعه بکنه کمکش میکنه خب این شیاطین و جنیات در زمین هستن در زمین زندگی میکنن مخصوصا در خرابه ها جنیات البته و در جاهایی که ناپاک باشه در ایجا هم میتونن باشن در تشناب ها میتونن باشن در سر خاکستر ها در گوخانه ها و شطرخانه ها جایی که شطرها را اینا بسته میکنن انسان ها در قبرستان ها هم میتونن اینا باشن جنیات و شیاطین در بازارها ها و... وقتی که فل... روز به طرف تاریکی میرد مخصوصا در بین شام و دیگر اینا پراگنده میشن از اون خاطر خوب هسته که در این وقت اطفال در, در در بیرون و در در جای که تاریک جا هستن نباشن در خانه های خود برن چون شیاطین و جنیات در این زمان پراگنده میشن هر طرف اینا تیت میشن پنجم چند نوع شیطان وجود داره خب در روشنی قرآن و احادیث پیام اسلام و, و کتاب هایی که توسط مسلمان ها البته نوشته شده شیطان به چهار کتگوری تقسیم میشه یک نوع شیاطین هستن که شیاطین انفوسی هستند که در, در, در انفوس انسان ها هستند با انسان ها اینا هستن همیشه در هر جایی که بری در هر, در هر سرزمینی که باشی ای 24 ساعت با تو می باشه هیچ اعلان نمی کند تو را. ای شیطان شیطانهای انفوسی هستند که در انفس انسانها هستن هستند و ای مسلمان و کافر و اینا نداره با هر انسان هستن هر انسانی که در روی زمین گام می برداره این شیاطین با اینا هستن این شیطان های انفسی هستند و دوم شیاطین آفاقی هستند که این ای شیاطین در آفاق هستند پرواز میکنن و این ای شیاطین خداوند متعال در رمضان به زنجیر میکشه اینا در در رمضان و زنجیر کشیده میشن از اون خاطر هست که در رمضان ها وسوسه ها کم میشن کاملا از بین نمیرنی وسوسه ها وسوسه ها وجود می داشته باشه اما کم میشه امی شیاطین آفاقی به زنجیر کشیده میشن سیوام شیاطین انسی هستن کی شیاطین بسیار خطرناک هست این شیاطین انسی انسان هست انسان هست در لشکر شیطان هست کار شیطان هم میکنه و چهارم شیاطین جینی هستند که جینیات هستند که البته شیطان هم از خانواده جن هستن باز امی چهارم به سه بخش دگه تقسیم میشه که در سه بخش یک نوع جنیات هستن که اینا پرواز میکنن در فضا بسیار و سرعت سرسام آور که اصلا سرعتش انسان حد زده نمیتونه بسیار به یک سرعت تیز از یک سرزمین و سرزمین دیگه میرن یک نوع دیگه هزی مثل مار و سگ هسته که در در, 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 شکل سک و مار هستن ای جینیات و قسم سیومش مثل انسان ها هستن در خانه ها می باشن زندگی می کنن در خانه ها از یک جای به دگه جای یا مسافرت می کنن مثل که انسان ها در روی زمین هستن از یک منطقه به دگه منطقه مسافرت می کنن ای جینیات هم در خانه های انسان ها هستند و یا در در درمی بین انسان ها زندگی میکنن مسافرت میکنن از یک منطقه و دیگه منطقه میرن ششم شیطان چی کارا را میتونه بکنه سوال مطرح میشه که میشه یاتین که قدر یاد میشه و شیطان گفته میشه چی کارا را اینا کرده میتونن شیطان میتونه شکل بگیره برخود شکل میگیره شکل انسان ها را میتونه بر خود بگیره و شکل ایوانات بر خود میتونه بگیره در جنگ بدر شیطان به شکل انسان می آیا. بر خود شکل انسان می میگیره و بر مشرکین واده پیروزی را میده وقتی که فرشته ها از جانب خداوند نزول پیدا می کنند و با مؤمنین کمک میکنند، شیطان فرار میکنه و ایره در در قرآن زیمشان ما میتونیم پیدا بکنیم امی مسئله را خداوند مطال در قرآن عظیم در سوره انفعال در آیه 48 می فرماید